به نام خدا. سلام و خوش آمد به شما حضار ارجمند، همراهان بی نظیر و همیشگی و نازنین. در یک شب پاییزی دیگه با برنده باشی دیگه همراه شما عزیزان هستم. بفرمایید. همراهان همیشگی مسابقه بزرگ برنده باش، مایه افتخار من و تیم تولید برنامه است که شما عزیزان با این دقت و حساسیت برنامه رو دنبال میکنید. همگام با نظرات شما و تصمیماتی که در اتاق فکر برنامه ما گرفته شده، سطح سوالات مسابقه ارتقا داده شده و یه مقدار سوالای ما سخت‌تر شده. جا داره که دوستان شرکت کننده تو این مسابقه با آمادگی بیشتری تو مسابقه ما حضور پیدا کنن. بریم و با این دوستان آشنا شیم. بفرمایید. این مسابقه به شکلی طراحی شده که هر کسی از هر جایی میتونه فرصت بزرگ نشستن روی این صندلی رو و رقابت برای 200 میلیون تومان رو به دست بیاره. من سعی میکنم روی این ویژگی مثبت اپلیکیشن برنده باش تاکید کنم که هر هفته همه کاربران در یک سطح برابر رقابتشون از سر میگیرن. این یعنی که اگه شما تا الان فرصت شرکت توی این مسابقه رو به دست نیاوردین، اصلا دیر نشده. یعنی همین الان ابتدای یک هفته جدیده. هر کسی در هر جایی میتونه تو این رقابت شرکت کنه و البته از یک نقطه برابر با دیگران رقابت خودش رو میتونه با بقیه شروع کنه. هر جایی که هستین فرصت این رقابت برابر رو از دست ندین. همین الان اسم خودتون رو به صورت رایگان به 1880 ارسال کنید. بفرمایید. در خصوص طرح پویش هموطن قبلا توضیحاتی رو خدمت شما عزیزان عرض کردم. این طرح برای کمک به هموطنان نیازمند کشورمون با ارسال بسته‌های غذایی به زودی آغاز خواهد شد. شرکت کنندگان ما با اعطای درصدی از جوایز خودشون تو این طرح ما رو همراهی خواهند کرد. ما در تلاشیم تا با پیدا کردن راهکارهای ویژه امکان مشارکت شما بینندگان عزیزم در این طرح مهیا کنیم. توضیحاتش هم در برنامه‌های بعد خدمتتون عرض خواهم کرد. بفرمایید. خب میریم سراغ شرکت کنندگان این هفته. رتبه چهارم اپلیکیشن برنده باش جناب آقای فیصل چهبی فلاحی از شهر اهواز. سومین نفر مسابقه این برنامه ما جناب آقای مهدی حسینی از شهر تهران. رتبه دوم شرکت کننده این هفته جناب آقای محمد حسین مطهری نژاد از شهر قم. و اما نفر اول شرکت کننده این هفته مسابقه اپلیکیشن بزرگ برنده باش جناب آقای حسین رستمی از شهر تهران. عزیزان حاضر در سالن، شما با استفاده از صفحه کلیدی که در اختیارتون هست به عنوان یک گزینه کمکی به شرکت کنندگان ما کمک خواهید کرد. انتخاب شما نقش تایید کننده ای برای این دوستان خواهد داشت. لذا ازتون خواهش مندم با دقت انتخاب کرده و گزینه‌هایی رو که اطمینان ندارین انتخاب نکنید. به سه نفری که بیشترین پاسخ صحیح و کمترین پاسخ غلط رو داده باشن در پایان برنامه کارت هدیه از طرف برنامه اعطا خواهد شد. خیلی ممنون. جناب آقای رستمی لطفا خودتون معرفی کنید.
به نام خدا. سلام عرض میکنم، حسین رستمی هستم، مهندس عمران از تهران. عمران. خیلی خوش اومدین. استرس دارین؟ یکم. نگران نباشید. همراهتون کیه تو خونه؟ همسرم هستن. مرسی که پشت سر. خب لطف کنید که خودتون رو معرفی کنید خانم. به نام خدا، فیبر احمدی هستم، مهندس عمران. خیلی خوش اومدین. ایشون چقدر مطالعه داره حسین عزیز در طول روز؟ هفتگی بهتره بگم بهتون، تو هفته نیم ساعت یه ساعت مطالعه مفید داره. آفرین به این صداقت. تو این هفته، یعنی تو هفته گذشته نیم ساعت بودی یا به خاطر شرکت تو مسابقه ما میزان مطالعهشون رو بالا بردن؟ بیشتر بود، خیلی بیشتر بود. بیشتر بود. خب چقدر ریسک پذیره حسین؟ بسیار زیاد. زیاد تا کجا به نظرتون میان بالا تو مسابقه؟ تا 200 میلیون میرن اگر امتیاز داشته باشن. اگر 200 میلیون ببری حسین، برنامه ریزی چیه؟ ازم به حضورتون که 15% رو تصمیم دارم به کودکان سرطانی کمک کنم. ما بقیشم برای کمک هزینه بشه برای خرید خونه. خرید خونه. خیلی خوش اومدید. سوال اول بفرمایید. انسان چه مقدار از عمر خود را در خواب می‌گذراند؟ گزینه یک، دوم، دو، یک پنجم، سه، یک چهارم، چهار، یک سوم. حسین جان، سه تا گزینه کمکی داری که غیر از این مسابقه جای دیگه مصرفی ندارد. گزینه چهار، یک سوم. انتخاب آخر. بفرم. همونطور که میدونیم خواب از 5 ساعت نباید کمتر باشه و بهتره که بیشتر از 9 ساعت هم نباشه. سوال دوم بفرمایید. هنر قلمزنی مربوط به کدام شهر است؟ گزینه یک همدان، دو یزد، سه اصفهان، چهار زنجان. هنر قلمزنی مربوط به کدام شهر است؟ همدان، یزد، اصفهان و زنجان. سه تا گزینه کمکی داری. یکم هم دقت کنی فکر کنم بتونی جواب بدی. خیلی سوال سختی نیست. فکر میکنم گزینه سه باشه، ولی خب اصفهان. اصفهان انتخاب آخرتونه؟ بله. بفرمایید. مرسی. کارگاه اصفهان، بیشتر از 1300 تا کارگاه قلمزنی هم الان تو اصفهان ثبت شده. آفرین به این حضور ذهنتون. میریم سراغ سوال 3 از 15. بفرمایید. دو ماراتون در چند کیلومتر انجام می شود؟ 1 32 کیلومتر، 2 42 کیلومتر، 3 47 کیلومتر، 4 50 کیلومتر. رای ماراتون خواهد سخت شد. بین یک و دو شک دارم، ولی خب حسین جان من به شما پیشنهاد میکنم برای رسیدن به نقطه امن اول ما شما ریسک نکنید. 15% هم قول دادید برای امر خیریه، پس منم کمک میکنم از تماس تلفنی استفاده. تماس تلفنی با کی باید برقرار؟ با خواهرم. بله. سمانه رستمی. جا؟ خانم رستمی، سمانه رستمی. بله. میزان تحصیلاتشون چیه؟ دانشجو معماری. دانشجو معماری. لطفاً خواهرشون بیارین رو خط. تهران هستن؟ بله.
در جریان هستم. بله. بیدار هستم. خب چه خبر؟ دیگه استرس نداری؟ نه خدا رو شکر. نزدیک به نقطه امن اول ما هست. مرسی. علاقه زیادی هم به ماشین داری میدونم. بله. ماشین مورد علاقه چیه بگو؟ بله. سلام عرض میکنم خانم رستمی، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام، خوب هستید آقای گلزار؟ خیلی ممنونم، مرسی. از لحظه ای که ارتباط شما با حسین عزیز برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین بهشون کمک کنین. حاضرین؟ بله. بله. سلام. دو ماراتون در چند کیلومتر انجام می شود؟ 32 کیلومتر، 42 کیلومتر، 47 کیلومتر، 50 کیلومتر. ده ثانیه. پنج ثانیه. فکر کنم 42 یا 47. گزینه دو فکر میکنم 42 گفتن. انتخاب آخر. بله. بفرم. آفرین. چجوری حد زدی 42 رو؟ گفت 40 و... چون خودم بین گزینه 1 و 2 شک داشتم. بین 1 و 2 شک داشتی. 40 از اون گرفتی؟ 40. بله. در جاده صاف هم برقرار میشه دو ماراتون. آفرین. میریم سراغ سوال 4 از 15 بفرمایید. چه کسی تخت جمشید و کاخهای آن را به آتش کشید؟ گزینه 1 اسکندر مقدونی، 2 چنگیز خان مغول، 3 خالد ابن ولید، 4 سلطان محمد فاتح. گزینه 1 اسکندر مقدونی. اسکندر مقدونی انتخاب آخرتونه. بفرمایید. این بنا در زمان داریوش اول ساخته شد و تا پایان هخامنشی در حال توسعه بود. آفرین به این حضور ذهنتون. اگر سوال بعدی رو جواب بدین شما به نقطه امن اول ما میرسید. بله. به نظر میتونی پاسخ بدین؟ انشالله. دو تا گزینه کمکی هم دارین. بفرمایید. بله. بفرمایید. دو برابر سن مادری با 5 برابر سن فرزندش برابره. اگه اختلاف سن این دو 30 سال باشد سن فرزند چند سال است؟ گزینه 1 15 2 20 3 25 4 30. 2 برابر سن مادری با 5 برابر سن فرزندش برابره. اختلاف سنیشون هم 30 ساله. بله. خیلی سوال ساده ایست. الان باید بدونی سن فرزند چند سالشه. گزینه 2 20. انتخاب آخر. بله. آفرین. بفرمایید. خب چجوری حساب کردی اینو؟ از روی گزینه ها حساب کردم. اول دونه دونه جای گزینه دونه از 15 شروع کردم، بعد 25 برابرش کردم شد 100، نصفش شد 50، 50 و 30 با 20. از ایکس و ایگرک هم میتونستی بری، برها خیلی راه طولانی تری میشد. آفرین که از گزینه ها استفاده کردی.
تبریک میگم بهتون خانم، بهتون تبریک میگم. ممنون. حسین عزیز تا به این لحظه به نقطه امن اول ما رسید. با 5 میلیون تومان چه ماشینی دوست داری سوار شی حسین؟ پورشه. خب حسین جان متأهلی، فرزندم داریم؟ بله. اسمشون چیه؟ پسرم که تقریبا 4 ماهشه، سامیار. عزیزم سامیار که نیوردیم بخور. نه خیلی. خب دیگه به من بگین که ورزشی که دوست دارین چیه؟ تنیس روی میز. پینگ پونگ. تنیس روی میز دیگه به حساب پیم. تنیس روی میز. آره پیم. با پینگ پونگ. آره آره نه من یه لحظه با بدمینتون اشتباه گرفتم. ورزش مورد علاقتون تنیس روی میز، من میگم پینگ پونگ. بعد اشتباهش میگیری با بدمینتون؟ خوبی حرفه‌ای هستی توش؟ باشه بعداً یه دست با هم تنیس رو همون بدمینتون. قبلا حرفه‌ای بودم ولی خب الان چند سالیه که در حد به حساب علاقه و به حساب اوقات فراغت. خیلی خوب. آماده این برای ادامه مسابقه. خیلی دیگه بله. استرس نداشته باشین، یه مقدار با آرامش بیشتری به سوالای ما پاسخ بدین. سوال 6 از 15 بفرمایید. واحد پول کدام کشور ریال نیست؟ 1 عمان، 2 یمن، 3 عربستان، 4 کویت. یمن ریال، عربستان ریال، گزینه 4 کویت. انتخاب آخر. بله. بفرمایید. واحد پول کویت چیه؟ بله میدونی چیه واحد پول؟ درهم باید باشه. دینار. دینار دینار. بله ولی همین که تشخیص دادید با بقیه متفاوته. خوب سوال 7 از 15 بفرمایید. بزرگترین مجمع جزایر جهان کدام است؟ گزینه 1 مالزی، 2 فیلیپین، 3 اندونزی، 4 تایلند. بزرگترین مجمع جزایر جهان کدام است؟ 1 مالزی، 2 فیلیپین، 3 اندونزی، 4 تایلند. از حضار کمک میگیرم. گزینه حضار، حضار محترم با صفحه کلیدی که در اختیارتون است. لطفاً گزینه مورد نظرتون انتخاب کنید. خواهش میکنم اگر پاسخ صحیح را نمیدانید انتخاب نکنید. خب گزینه 1 23%، 2 11%، 3 63%، 4 3%. احترام میذارم بهت. احترام میذارید کدوم گزینه رو انتخاب کنید؟ گزینه 3 اندونزی رو انتخاب میکنن. بفرمایید. از 17508 جزیره کوچیک و بزرگ تشکیل شده. پایتخت اندونزی هم که میدونی جاکارتا است. آفرین. آفرین به این حضور ذهن حضار عزیز. تا به این لحظه شما 10 میلیون تومان بردید. ادامه می‌خواید بدین؟ دو تا گزینه کمکتون استفاده بله. کردین. یه فرصت 50-50 رو دارم. یه فرصت ترجیح میدم ادامه. 50-50 هم دارید. سوال 8 از 15 بفرمایید. بله. ابداع جدول تناوبی عناصر توسط کدام شیمیدان انجام شده است؟ گزینه 1 مادام کوری، 2 دیمیتری مندلیوف، گزینه 3 آنتوان لاوازیه، گزینه 4 آماده و آووگادرو. جناب گرزه کمک کنید. کمک کنید لطفا. خیلی سوال آسونیه دیگه. جدول تناوبی تو شیمی یادتون نیست؟ جدول چی بهش میگفتن؟
کمک از این بزرگتر لطفا سکوت کن. من خودم فکر میکنم گزینه دو باشه ولی بله گزینه دو انتخاب آخرش. مرسی. جدول مندلیوف نشنیده بودید؟ بله. آفرین. خب اهل روسی هم بوده. خب شما میخواین ادامه بدین؟ بله. بله سوال 9 از 15 سوال 20 میلیون تومانی بفرمایید. آمریکا عملیات طوفان صحرا را علیه کدام کشور انجام داد؟ گزینه 1 عراق، 2 افغانستان، 3 لیبی، 4 ایران. طوفان صحرا اگر اشتباه پاسخ بدید با 5 میلیون مسابقه ما رو ترک خواهید کرد و اگر درست پاسخ بدید با 20 میلیون تومان گزینه 4 ایران. گزینه 4 ایران. آمریکا علیه ایران حرکتی انجام داده؟ ما در جریانش نیستیم. از 50-50 استفاده میکنم. بفهم. خیلی مطمئن گفتی این رو. من شاید چیزی هست که نمیدونم. من فکر میکردم همون به حساب طوفان به حساب توسی که آمریکا موفق نشد. شما تبس شده؟ تبس بله. نه این طوفان صحراست عزیزم. عراق و افغانستان کدومشه به نظرت؟ یک گزینه رو بعد اعلام کنیم. گزینه 1 عراق. گزینه 1 انتخاب آخرشونه بفرم. تو 17 ژانویه 91 این اتفاق افتاده همراه 34 تا کشور. بله. آمریکا بر علیه عراق برای آزادسازی کویت هم بوده. خب 50-50 رو هم استفاده کردی، سه تا گزینه تو مصرف کردی. ادامه میدی حسین جان؟ تو الان 20 تومن بردی. سوال بعدو ببرین 25 میلیون تومن. اگه ببازم که میشه 5 تومن. ببازم 5 تومن. کمکم استفاده کردم، ترجیح میدم انصراف بدم. یه مشورت نمیخوایم بخوام ازتون. چاره ای نداری. گذاشتم تو شرایطی که مشورت خانم انصراف بدن بهتری یا ادامه بدن؟ ادامه بدن. آخ 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 سخت شد. هرچی میدم انصراف بدم. چی بگم؟ به هر حال تصمیم نهایی با شماست. با 20 میلیون انصراف میدید یا ادامه میدید؟ با عذرخواهی از همسرم انصراف. حالا شد. افتخار شد. حضرت علی علیه السلام می‌فرمایند تفتیش در امور دیگران از بدترین گناهان است، پس از اون اجتناب کنیم. ما اجازه نداریم تو کار دیگران تجسس کنیم. فرزندی که به احترام والدینش چیزی رو در اتاقش پنهون کرده یا همسری که توی گوشیش با خواهرش حرفای خصوصی داره، کی به ما اجازه میده، اجازه تجسس میده بریم تو زندگی اونا دخالت کنیم، گوشیش رو بررسی کنیم، چک کنیم؟ رسول خدا میفرمایند من مأمور نیستم که دلهای مردم رو بکاوم و درونشون رو بشکاوم. و از همه بالاتر خداوند در قرآن کریم میفرمایند در کار دیگران تجسس نکنید. من دیگه حرفی ندارم. بفرمایید. خوش اومدید. خیلی ممنون. خودتون معرفی. به نام خدا، محمد حسین مطهری نژاد هستم، از روستای سر شهر قم. اعصاب نداری؟ چرا؟ تون صدام اینجوریه. یه بار دیگه بگو. تون صدام اینجوریه. تو
تون صدات اینطوریه. آره. خب همراهتون کیه تو سالن؟ من خواهرم، شوهر خواهرم و دایی کوچیکم. کجا تشریف دارن؟ پشت سرم هستم. خواهر محترم لطفا میکروفون رو بگیرین، معرفی کنی خودتون. سلام عرض میکنم خدمت شما، مؤسسه مطهری نژاد هستم. خیلی خوش اومد خانم مطهری نژاد. لطف کنید بگید که محمد حسین در طول هفته چقدر مطالعه داشته و داره؟ خب مطالعهشون واقعا کم هست، یعنی نمیتونم مقداری تعیین کنم، همین که به درسای دانشگاهشون میرسن. مطالعهشون، مطالعه آزادشون کمه میفهم. خب به هر حال رتبه دوم مسابقه رو دارن، ریسک پذیره تا حدودی. به نظرتون تا نقطه امن اولمون میرسن؟ بله. بله بفرمایید سوال اول. پشت چشم نازک کردن به چه معناست؟ گزینه یک ناز کردن، دو قیافه گرفتن، سه عصبانی شدن، چهار گلایه کردن. گزینه یک ناز کردن. انتخاب آخرتونه. گزینه یک بفرمایید. سوال دو از 15 بفرمایید. حکمتانه نام قبلی کدام شهر ایران است؟ همدان. گزینه یک عراق، دو مریوان، سه همدان، چهار ارومیه. همدان دیگه. همدان انتخاب آخر. بد اخلاق نیستم. چرا؟ بد اخلاق نیستم. بد اخلاق نیستیم. نه نه خواهش کنم. خدمت 3000 ساله داره و توسط اقوام آریایی تأسیس شد. خب تخت مادها. پشت چشم نازک کردن گفتیم چی بود معنیش؟ ناز کردن. ناز کردن. چرا انقدر بد اخلاقی الان؟ بد اخلاق نیست. نه من بد اخلاق، من سرم خیلی درد میکنه. یه چیزی نیست به نظر خودت؟ چی الان؟ من خیلی الان سرم درد میکنه. یه بار دیگه بگو. سردرد شدیدی دارم الان. یه چای نواد بی زحمت برسون. نه نه چای نواد جواب نمیده. کاری کمک کرده؟ باید تمرکز کنی الان روی مسابقه. نه تمرکز الان شما سوال چیزیو که بلد باشم جواب میدم دیگه. باشه برای همینم اومدیم. سوال 3 از 15 تمرکز کنید بفرمایید. 3 تا گزینه کمکی هم دارید محمد حسین. بفرمایید 3 از 15. پرقدرت. ترمه از سوقات معروف کدام شهر است؟ گزینه 1 بوشهر، 2 همدان، 3 یزد، 4 شیراز. والا مطمئن نیستم اما احساس میکنم یزد باشه. حالا بعد گزینه آخرتون محمد حسین اعلام کنی که ما بتونیم. یزد. یزد انتخاب آخرتونه. خب بفرم. آفرین. ادامه میدین؟ هنوز عوض شده؟ شما الان تا الان 3 میلیون بردین. بله ادامه میدین. سوال 4 از 15 بفرمایید. دریای مدیترانه. بزرگترین دریای جهان کدام است؟ گزینه 1 کارائیب، 2 تاسمان، گزینه 3 خزر، 4 مدیترانه. گزینه 4. انتخاب آخرتون گزینه 4 در مدیترانه است. بفرمایید. تبریک میگم. اگر سوال بعدی رو پاسخ بدیم به نقطه امن اول ما میرسیم. 3 تا گزینه نفس کمک. راحت. جان نفس راحت. بله 3 تا گزینه کمکی هم دارید. خواهش میکنم با شک و تردید پاسخ ندید. سوال 5 از 15 بفرمایید. کتاب فاطمه فاطمه علی شریعتی. جان دکتر علی شریعتی. از آثار کدام شخصیت؟
شخصیت ایران است. گزینه یک مرتضی مطهری، دو محمد جواد با هنر، سه علی شریعتی، چهار محمد علی رجایی. گزینه سه انتخاب آخرشونه، بفرما. تو که اینقدر حضور ذهن خوبی داری، اولا چرا استرس داری؟ چرا اینقدر بد اخلاق نمایش میدی؟ بد اخلاق نیستی، معلومه که آدم بد اخلاق نیستی. میتونیم بپرسیم دایی کوچک ایشون بد اخلاق در منزل؟ نه. یه ذره راجع به خصوصیات رفتاریشون توضیح میدین لطفاً؟ چه خصوصیتی دارن که بارز باشه در منزل؟ بچه آرومیه، خوش برخورده. الکی؟ نه جدی میگم، حال اینجا یه خورده محیط سنگین تره. محیط سنگینه اینجا، بچه آرومی نیست و بد اخلاق شده. از صبح هم اومدیم اینجا. چی شدن؟ از صبح هم اومدیم منتظر خیلی بودیم. بد اخلاق میکنه این انتظار آدم ها رو؟ 100%. خیر میریم ادامه میدین مسابقه رو، یعنی دیگه چاره ای نداریم برای اینکه نقطه هم در اول ما رسیدین. خب اگر جایزه ما رو ببرین، جایزه 200 میلیونی رو، برنامه تون چیه براش؟ اول اینکه من فقط تو یه صورت میرم برای 200 میلیونی، به شرطی که حداقل دو تا از گزینه هامو داشته باشم. یعنی اگر در صورت اینکه دو تا گزینه رو داشته باشین میرید برای جایزه 200 میلیونی؟ آره، چون ظاهرا تغییر کرده. قبلا ریسکش باز 65 میلیون بود، الان شده 75 میلیون. منم بالاخره یه انگیزه داشتم که اومدم اینجا، نمیخوام از دست بدم یه همچین مبلغی. یعنی از قانون احتمالات استفاده میکنید، بررسی میکنید، میبینید که بدون دو تا گزینه سخته برای رسیدن به 200 میلیون. موافقم باهاتون، آماده این برای ادامه مسابقه ام. سوال 6 از 15 بفرمایید. اسکلت بدن در چه محدوده سنی به اندازه نهایی خود میرسد؟ گزینه یک 15 تا 18 سالگی، دو 20 تا 23 سالگی، سه 25 تا 28 سالگی، چهار 28 تا 30 سالگی. پیشنهاد میکنم اگر نمیدونی. حالا یه چیز بگم. بفهمید. من برای رشد قدم همیشه خیلی نگران بودم. یکی از هم روستایی ما پزشک هستن، خیلی پزشک حاضر، خیلی خوب. یه بار که باهاشون صحبت کردم گفتن که تا 25 سالگی قد رشد میکنه، چون صفحات غضروفی بسته میشه و تبدیل به استخون میشه. تنها گزینه‌ای هم که 25 داره گزینه 3. 3 داره میگه 25 تا 28 سالگی. شما میگی تا 25 سالگی. اینم کمک میکنه. پس گزینه دو انتخاب میکنم. انتخاب آخرتون گزینه دو. کمکی ها رو کادو نکنم. کمک کردم دیگه الان دیگه عزیزم. به پزشک محترم فرمودن تا 25 سالگی. به هر حال پزشکام که میدونید اشتباه نمی کنند معمولا. خواهش میکنم که انتخاب آخرتون رو بفرمایید. خیلی ساده است، من خیلی کمکت کردم. آرسن به چی داری الان فکر میکنی؟ گزینه نزدیک 25 تا 23 دیگه. انتخاب کنید دیگه. کدام گزینه؟ دو. گزینه دو. اعصاب نداری نه؟ کمکت هم میکنم اینجوریم. خودت میگی گفته تا 25 سالگی، بعد میگی 25 تا 28. خب 25 رو گفته بود دیگه، حالا اشتباه کردم. باشه، اشکال نداره، ادامه میدین. بله. بله. سال 7 از 15، سال 10 میلیون تومانی. فدراسیون بین المللی شنا چه نام دارد؟ گزینه 1 فیفا، گزینه 2 فینا، گزینه 3 فیلا، گزینه 4 فیبا. خب
خدا رو شکر. من نمیدونستم شنا چیه، ولی خب فیفا فوتباله، فیلا کشتیه، فیبا هم فیبا بسکتبال میشه. آره، فینا گزینه دو. انتخاب آخرتون؟ بله، گزینه دو. گزینه دو. بفهمید. در سال 1908 تأسیس شده، محل استقرارش هم لوزان سوئیس. آفرین. سال 8 از 15 بفرمایید. ادامه میدین دیگه. بله. هم سه تا کمکی هست، هم شما حضور دارید. من خواهش می‌کنم، من کمکمو کردم، شما سه تا گزینه کمکی دیگه دارید. بفرمایید. نقاش معروف هلندی قرن 19 هم که در آخر عمر خودش خودکشی کرد که بود؟ کی بود؟ گزینه یک پابلو بیکاسو، گزینه دو رامبرانت، گزینه سه یوهانس فرمیر، گزینه چهار ونسان ونگوک. از گزینه تماس تلفنی با کی باید تماس بگیریم؟ ابوالفضل زین‌العابدینی، دایم هستن. دایتون جناب آقای زین‌العابدینی. میزان تحصیلات؟ لیسانس. لیسانس ادبیات، دبیر هستن ایشون. ادبیات. چند سالشونه؟ الان باید حدودش 43 سال باشه. 43. شاید هم بیشتر. الو. جناب زین‌العابدینی سلام، من رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام علیکم. از لحظه‌ای که ارتباط شما با حسین عزیز برقرار میشه، شما 30 ثانیه فرصت دارین تا ایشون رو کمک کنین. حاضر هستین؟ بفرمایید. خواهش میکنم بفرمایید. سلام. نقاش معروف هلندی قرن 19 هم که در آخر عمر خودکشی کرد، پابلو پیکاسو، رامبرانت، یوهانس فرمیر، ونسان ونگوک. کدوم نقاش هلندی خودکشی کرد؟ 10 ثانیه. 5 ثانیه. ونگوک. گوگله. لحظه آخری گوگل جواب داد. خب انتخاب آخر گزینه 4 ونگوک. بفرمایید. تبریک میگم بهتون. ونگوک در هلند به دنیا آمد و سبک پست امپرسیونیست رو داشت. یکی از آثار خوبش هم سیب زمینی خارانه. تبریک میگم. در حال لحظه آخری گوگل به دادتون رسید. تا به این لحظه 15 میلیون بردین. آیا میخواین ادامه بدین؟ سوال 20 میلیونی همینطور داره سخت‌تر میشه. یعنی بعد اینم بدونی که سوالای ما محمد حسین عزیز رو به سختی داره میره. یه گزینه کمکی، گزینه اصلی تو استفاده کردی، تماس تلفنی. گزینه 50-50 و حضار رو داری. ادامه میدین؟ بله. بله، خواهش میکنم. سال 9 از 15 بفرمایید. غار کتله خور در کدام استان کشور قرار دارد؟ گزینه 1 همدان، 2 زنجان، 3 قزوین، 4 کرمانشاه. چی شد؟ از گزینه حضار. گزینه حضار. نه، خواهش میکنم. گزینه حضار رو انتخاب کردن. حضار محترم، اگر پاسخ سوال رو میدونید لطفا پاسخ بدین. حضار نازنی شرکت کننده قبلی ما رو کمک کردن، پاسخ صحیح رو دادن. امیدوارم تو این گزینم بتونم به شما کمک کنم. خب گزینه 1.8%، 2.61%، 3.9%، 4
22%. خودم که خب هیچی اطلاع ندارم، احترام میذارم. هیچ اطلاعاتی راجبش ندارین، احترام میذارید به اوزار. گزینه دو رو انتخاب میکنید، بفرمایید. در 155 کیلومتری زنجان قرار گرفته و از نظر قدمت هم همسن قاره علی صدر همدانه. سوال 10 از 15، سوال 25 میلیون تومانی ادامه خواهید داد. ادامه میدین؟ یه مشوره میتونم بکنم. مشوره کنید. چون اگر برم بالاتر دلم میخواد. جان؟ این نقطه امن دومتونه. اگر پاسخ بدین 40 میلیون هم دیگه. بله، الان اگر ببرید 25 میلیون بردین، اگر ببازید با 5 میلیون خدافظی میکنید. مشورت با کی میخوایم بکنیم؟ با خواهرم. خواهش میکنم، بفرمایید. میتونم برگردم؟ بله بفرمایید. چه نمیتونه؟ به نظر من ادامه بده. پس من نیم. میشه موضوع سوال بعد رو بگیم؟ متاسفانه نمیتونیم این کار بکنیم. ببرید 5 میلیون اضافه تر بردین، ببازین 15 میلیون تومن بیشتر باختید. لطفاً سریع تصمیم بگیرید. یه میل شدیدی به این پرش 25 تا 40 دارم، ولی یه ترسی هم از این طرف از 15. طبیعیه دیگه، یه گزینه 50-50 هم دارید که تقریبا فایده هم نداره. پیشنهادتون چیه؟ تصمیمتون به چیست؟ الان دوتا سوالی که اصلا اطلاعاتی دارمش ندارم. چی کار داری میکنی الان؟ یه پیشنهاد شما باید میدیم. من پیشنهاد بدم؟ بستگی داره. من اگه جای شما باشم بررسی میکنم ببینم چقدر مطالعه دارم. تا اینجاش که خیلی خوب ظاهر شدی. من اگر باشم جای شما، برای اینکه گزینه‌های اصلی رو استفاده کردم، گزینه 50-50 مونده. من جاتون بودم، آقا من هرچی بگم بعدا ممکنه که به ضرر شما باشه، اون وقت خوب نباشه. شما خواهش میکنم خودتون تصمیم بگیرین یا از خانواده کمک بگیرین. فقط لطفا الان تصمیم بگیرین. من نظرمو گفتم. چرا؟ انصراف بدم. سوال بعد برام میخونین؟ نه. چرا؟ برای اینکه دلم نمیخواد حسرتش رو داشته باشی و با حسرت اینجا رو ترک کنی. خواهش میکنم محمد حسین جان، دو تا شرکت کننده دیگه هم داریم، سریعتر تصمیم بگیریم. انصراف میدم. به افتخار شد. افرادی که روی این صندلی نشستن از جای مختلف ایران بودن، از جنوب، از شمال، از آذری زبونای عزیزمون، از شهر یزد، از بندر گناوه، از همین تهران، از همه جای ایران ما شرکت کننده داشتیم. این نتیجه ساختار استاندارد اپلیکیشن برنده باش ماست. هر کسی در هر جای ایران میتونه اپلیکیشن برنده باش رو دانلود کنه و این اپلیکیشن برای همه مدل‌های تلفن‌های همراه ارائه شده است. فقط کافیه که اپلیکیشن ما رو نصب کنید و شروع کنید. از هر جای ایران هم میتونید جزو نفرات برتر هفته ما قرار بگیرید و روی این صندلی روبروی من برای 200 میلیون تومان رقابت کنید. پس همین الان از هر جای ایران گوشیتون رو بردارین و اسم خودتون رو به 1880 ارسال کنید. به افتخار خودتون یه دست.
خوش اومد. لطفا خودتون معرفی کنید. به نام خدا، مهدی حسینی هستم، 21 ساله از تهران. خیلی خوش اومدین. لطفا بگید که همراهتون کیه تو سالن؟ دوستم هستن، آقای واحدی همت. دستتون رو بالا بگیرین. عرض ادب، محمد رضا واحدی همت هستم، دوست آقا مهدی. محمد رضا خیلی خوش اومدین. ممنون. بفرمایید که ایشون چقدر مطالعه دارن در طول هفته؟ در حد متوسطه، ولی تو رشته تحصیل خودشون مطالعهشون خیلی خوبه. نه، خارج از رشته تحصیلیشون؟ مطالعاتشون در حد متوسط. به نظر به نقطه امن اولمون میرسن؟ ایشالله. سوال اول بفرمید. آخرین پادشاه قاجار چه کسی بود؟ گزینه یک مظفرالدین شاه، گزینه دو فتحعلی شاه، گزینه سه محمد شاه، گزینه چهار احمد شاه. مهدی اگر نمیدونی از گزینه‌های کمکیت استفاده کن. حضار رو میخواییم بزنیم. کمک حضار. حضار محترم لطفا اگر پاسخ رو میدونید. گزینه 1.5%، 2.12%، 3.7%، 4.76%. گزینه 4. گزینه دیگه که به ذهن خودت میاد چیه؟ درصد رو دیگه نشون نمیده. گزینه چند رو انتخاب کردی؟ ببخشید، چهار. گزینه 4 رو انتخاب کردی. من فکرم گزینه 3 رو بود. گزینه 4 احمد شاه رو انتخاب کرد. بفرم. احمد شاه در سال 1308 در پاریس از دنیا رفت. من فکرم گزینه 3 رو انتخاب کرد. داشتم حذفت میکردم، اول نیومد. سوال دو از پانزده بفرمایید. معنای کلمه تندیس چیست؟ گزینه یک پایتخت، دو مجسمه، سه محل دفن، چهار هیچ کدام. گزینه دو. دو انتخاب آخرتونه. بفرمایید. این چه سوالی؟ سوال 3 از 15 بفرمایید. شیخ اجل لقب کدام شاعر پارسی گوی ایرانی است؟ 1 مولانا، 2 حافظ، 3 سعدی، 4 شامی. شیخ اجل، مولانا، حافظ، سعدی، شامی. رو جامی شک دارم. میشه خواهش کنم بلندتر صحبت کنید؟ رو گزینه 4 شک دارم. رو گزینه 4 شک دارید و کدام گزینه دیگه؟ بین کدام دو گزینه؟ دو تا گزینه کمکی دیگه هم دارید. بین جامی و سعدی شک دارم. خواهش میکنم یا از گزینه کمکیتون استفاده کنید یا نظر نهاییتون رو اعلام کنید. گزینه سه. بلند اعلام کنید نظر نهاییتون رو. گزینه سه. انتخاب آخرتونه. بفرمایید. شیخ اجل در قرن هفتم هجری به دنیا آمده، روز اول اردیبهشت به نام سعدی نامگذاری شده. سوال 4 از 15 بفرمایید. تا
تابلو نقاشی لبخند ژوکن در کدام موزه قرار دارد؟ گزینه یک موزه لوور، دو موزه مسکو، سه موزه آتزاک، چهار موزه بالتیمور. تماس تلفنی. با کی باید تماس بگیریم؟ برادرم آقای محمد حسینی. جناب آقای حسینی رو بیارین رو خط لطفاً. ببخشید. میزان تحصیلاتشون چیه؟ فوق لیسانس. فوق لیسانس مدیریت. مدیریت. بله. بله. جناب آقای حسینی سلام، من محمد رضا گلزار هستم از مسابقه بزرگ برنده باش. سلام آقای گلزار، خسته نباشید. خیلی ممنون. از لحظه ای که ارتباط شما برقرار میشه 30 ثانیه فرصت دارین تا این عزیزمون رو کمک کنید. حاضرین؟ بله بفرمایید. سلام. تابلو نقاشی لبخند ژوکند در کدام موزه قرار دارد؟ لبخند ژوکند. لبخند ژوکند در کدام موزه؟ در کدام موزه قرار دارد؟ گزینه یک موزه لوور، دو موزه مسکو، سه موزه آتزاک، رو خطن، چهار موزه بالتیمور. صدای ما رو میشنوی قربان؟ بله بله. 10 ثانیه. 5 ثانیه. لوور. گزینه یک رو انتخاب میکنی؟ چی رو انتخاب کردی؟ چی گفتن؟ ببخشید من متوجه نشدم. من خوب نشنیدم. شما هم نشنیدین چی گفتن؟ گفت لوور. گزینه یک. گزینه یک موزه لوور. حواست اینجاست؟ گزینه یک موزه لوور رو اعلام کردن. شما هم آیا انتخاب آخرتون گزینه یکه؟ بله. بفرمایید. لبخند ژوکند یا مونالیزا اثر داوینچی هنرمند ایتالیایی. خب سوال 5 از 15، اگه اینو جواب بدید به نقطه امن اول ما میرسید. آماده این براش؟ بله بله بفهم. پاتریس لومونبا نخست وزیر کدام کشور بوده است؟ گزینه یک سودان، دو آفریقای جنوبی، سه چاد، چهار کنگو. توکل به خدا. گزینه دو. باید انتخاب آخرتون رو بلند اعلام کنید. گزینه دو انتخاب آخرتونه. بفهم. پاتریس لومونبا نخست وزیر کنگو بوده، مدت 10 هفته بوده. خب من متاسفانه شما به نقطه امن اول ما نرسید. امیدوارم خیلی زود دوباره اینجا شما رو ببینم. به افتخار شما یه دست بدید. آقا دست برداریم از قضاوت کردن. یه ضرب المثل فرانسوی میگه اگر یک مقصر بیگناه شناخته بشه خیلی بهتر از اینه که یک بیگناه مقصر شناخته بشه. خوبه که گاهی درباره چیزایی که ازشون اطلاعات دقیقی نداریم سکوت اختیار کنیم. به قول امیرخسرو دهلوی در فتنه بستن دهان بستن است، که گیتی به نیک و بد آبستن است. پشیمان به گفتار دیدم بسی، پشیمان نگشت از خموشی کسی. به افتخار خودتون بیارم. شما عاشق سیب زمینی هست؟ بدجور. خودتون رو معرفی کنید. فیصل چلبی هستم از اهواز.
جناب چربی خیلی خوش اومدید. سلامت باشید. متولد 71 شهر اهواز، لیسانس رشته نفت، متأهل هستیم. بله. همسر محترم اینجا هستن. بله تشریف دارن. دیگه کی همراهتونه؟ فقط خودشون هستن. بله لطفاً خودتون رو معرفی کنید. به نام خدا، فرزان حسین زاده هستم. سرکار خانم حسین زاده، به نظرتون جناب چعبی چقدر در طول هفته مطالعه دارن؟ کتاب که نمیخونم، ولی اخبار ورزشی کلن اخبارا رو دنبال میکنن. در امیدوارم سوالای ما سوالای ورزشی باشه که به صورت رندوم. ایشون روزنامه میخونن یا نه؟ برترین ها رو میخونن بیشتر. اخبار روز کامل، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و ورزشی کامل دارن. خیلی خوش اومدید. مرسی، ممنون. استرس دارین؟ کمی. به نقطه اول ما میرسیم انشالله با امید خدا. امیدوارم سوال اول بفرمایید. چاقو از معروف‌ترین صنایع دستی کدام شهر است؟ گزینه یک همدان، دو زنجان، سه کرمانشاه، چهار عراق. گزینه دو زنجان. زنجان انتخاب آخر شد. بله بفرمایید. سوال دو از 15. اثر حماسی مهابهاراتا مربوط به کدام کشور است؟ گزینه یک هندوستان، دو یونان، سه ایران، چهار ترکیه. گزینه یک هندوستان. گزینه یک انتخاب آخر شونه. بفرمایید. سوال 3 از 15 بفرمایید. تنها شهر جهان که در دو قاره قرار دارد میدونی کدومه؟ بله کدومه؟ ترکیه. ترکیه. شهر رو میخوام بدونم. تنها شهر جهان. بله بله استانبول. پراگ، دو سن پترزبورگ، سه بلگراد، چهار استانبول. گزینه 4 استانبول. گزینه 4 انتخاب آخرشونه. فیصل به این حضورتو آن مطمئنید مطالعه نمی کنن؟ با از روزنامه اینا در نمیاد؟ من که میگم خیلی مطالعه می کنم ولی کتاب نمی خونم. کلن از اخبار ورزشی در میاد. کلن اخبارها رو دنبال می کنن. باشه تبریک میگم به شما. سلامت باشید. خیلی عالی. سوال 4 از 15 بفرمایید. کدام نوع قند در شیر به فوفور یافت می شود و به قند شیر معروف است؟ گزینه یک ساکاروز، دو گلوکوز، سه فروکتوز، چهار لاکتوز. فیصل سه تا گزینه کمکی داری؟ دلم نمیخواد به این زودی هست چی؟ هنو به نقطه هم نه اول ما نرسیدید. حقیقتا خب ساکاروز که اصلا معنی خود شکر هست. خب گلوکوز و فروکتوز که اصلا بعید میدونم باشن، حدسم البته. انتخاب ولی آخرتون میشه؟ من ساکاروز انتخاب میکنم. گزینه یک. میخوان که از گزینه های کمکتون کمک بگیرین؟ از من که الان کمک گرفت. میگم که دو چهار سه که نمیتونه باشه، پس بین یک و چهار خب پس یک که نباشه صد در صد چهار باشه دیگه. لاکتوز انتخاب آخرتونه. انتخاب آخرمون است. چهار انتخاب آخر. بله بفرمایید. این عجله از کجا میآید؟ چون ساکاروز رو احساس میکردم که معنی شکر داره، باید با قند مترادف باشه، ممکنه ساکاروز باشه این، ولی خب اشتباه بود دیگه. بله. سوال 5 از 15، سوال نقطه امن اول ما، بفرمایید. فیلم سینمایی مهمان مامان اثر کیست؟ گزینه یک پرویز شهبازی، گزینه دو اصغر فرهادی، گزینه سه داریوش مهرجویی، گزینه چهار کمال تبریزی. نمیشه بازیگراشو بپرسن؟
این تا اون حد میدونین؟ تا اون حد مهمان مال میدونم دیگه. خب هنرمندی شما آقای امین حیایی بودن. بله خواهش. راجب کارگردان محترمشون دارید. بله. از 50-50 استفاده میکنم. گزینه 50-50. دو تا گزینه غلط سوال رو براشون لطفاً حذف کنید. گزینه 4 کمال تبریزی. انتخاب آخرتونه. داریوش مرجویی که اصلا فیلم کمدی درست بعید میدونم کرده باشه. میشه که لطفاً گزینه آخرتون رو اعلام کنید؟ گزینه 4 کمال تبریزی. گزینه 4 انتخاب آخرش. بفرمایید. متاسفم. 18 اثر جناب آقای مرجوییه که در جشنواره فجر هم سیمرغ بردن. شما حضور ذهنتون عالیه، یه مقدار عجله دارید، میدونم استرس حاکمه. من هم کمکتون کردم تو سوال ساکاروز و لاکتوز، الان هم تلاشم رو کردم. امیدوارم خیلی زود با این حضور ذهن دوباره اینجا ببینم. به افتخارشون میدونم. خیلی خوشم. سلام بکنم. نزدیکای کنکور که میشه یک کلاسای را میفته به اسم مهارت تست زنی. بعد توی این کلاس ها یه تکنیکای آموزش میدن که به گفته خود مدرسین تو تست زدن افراد موثره، تاثیر داره. من نمیدونم که این تکنیک ها دقیقا چقدر کار میکنه، چقدر جواب میده، ولی من میخوام یه تکنیک جذاب بهتون یاد بدم که 100% تو موفقیتتون تاثیر میکنه. جسارت و باور خودتون، خود باوری. شما باید باور کنید که میتونید. یک بار موفق نشدید به معنای همیشه نتونستید نیست. راهی رو که شروع کردین باید با اعتماد به نفس کامل ادامه بدید و روی نقطه پایان تمرکز کنید. راه به دست آوردن این فرصت بزرگ هم از این قاعده مستثنا نخواهد بود. باور کنید که هفته آینده شما روی این صندلی خواهید نشست. برای همین کار همین الان برای شروع این راه اسم خودتون رو به 1880 ارسال کنید. منتظرتون هستم. همونطور که اول برنامه بهتون قول داده بودم به سه نفری که بیشترین سوالات صحیح رو پاسخ دادن اینجا جایزه اهدا میکنیم. اجازه بفرمایید. نفر اول ما شماره 257. به افتخارشون یه دست بزنید. 257. لطفا همونجا بیست. شماره 257 نفر اول ما هستن. نفر دوم شماره 96. 96. شماره هاتون رو نمیدونید؟ شماره 96 نفر دوم ما هستن. بله بفرمایید. و نفر سوم شماره 248. همراهان گرامی، بینندگان ارجمند، خوشحالم که یه شب دیگر رو در خدمت شما بودم. آخر هفته ای رو پر از شادکامی براتون آرزومندم. مطالعه یادتون نره. شبتون خوش.